سرخط خبرها. اظهارات مخالفان سیاسی طالبان در مورد نشست دوحه. اعتصاب دکتران و کارمندان شفاخانه چاهاب در تخار. خواست آمریکا برای آتش بس موقت در غزه. سلام، امروز سه‌شنبه 20 فوریه 2024 میلادی مصادف است به اول اوت 1402 هجری شمسی. با سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین خوش آمدید. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به عدم دعوت جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در دومین نشست دوحه در مورد افغانستان، آن را خلای جدی این نشست خوانده است. این حزب با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که تمرکز یک جانبه بالای طالبان و انعطاف غیر واقع بینانه برای شرط‌های این گروه با تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در زمینه حل بحران جاری افغانستان آسیب می‌رساند. در بیانیه تصریح شده است تعامل سازنده با همه طرف‌های منازعه نه به صورت یک جانبه و بلکه میانجیگری بی‌طرفانه اعتماد را در پی دارد. این جریان سیاسی مخالف طالبان از سازمان ملل خواسته است تا فرد بی‌طرف را به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین کند که از واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ریشه‌های منازعه افغانستان آگاهی داشته باشد. از سوی دیگر، انتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از عدم اشتراک روسیه در نشست نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دوحه انتقاد کرده و آن را تأسف‌بار خوانده است. گوترش در یک نشست خبری در دوحه گفته که با دیدگاه روسیه مبنی بر تعیین نمایندگان جامعه مدنی افغانستان به طور غیر شفاف مخالف است. دبیرکل سازمان ملل تعهد سپرد که در آینده سومین نشست دوحه با محوریت افغانستان برگزار خواهد شد. با این حال گوترش درباره زمان مشخص آن نشست جزئیات ارائه نکرده است. شرکت برشنا زیر مدیریت طالبان اعلام کرده که برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته است. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، با نشر پیامی در صفحه اجتماعی اکس نوشته که برق وارداتی ازبکستان روز گذشته کاهش یافته است. او افزوده که به همین دلیل علاوه بر سب استیشن های ولایت کابل، خرم و خنجان، پرچاوی برق در پروان، کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست افزایش یافته است. این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما، شهروندان کشور از پرچاوی بیش از حد برق شکایت دارند. منابع محلی در تخار میگویند که دکتران و کارمندان صحی در ولسوالی چاهاب این ولایت به دلیل پایین آمدن معاشاتشان از سوی مؤسسه آقاخان اعتصاب کاری کردند. منابع میگویند که عرصه خدمات صحی در این ولسوالی به حمایت مالی یونیسف برای مؤسسه آقاخان سپرده شده و این دفتر مکلف به پرداخت معاشات کارمندان و دکتران این شفاخانه است. با گفته منابع، اکنون مؤسسه آقاخان معاش دکتران و کارمندان شفاخانه چاهاب را بدون توافق با آنان حدود 70% کاهش داده است. از جانب مسئول مؤسسه آقاخان در تخار میگوید که دفتر مرکزی این مؤسسه در کابل با او اجازه گفتگو با رسانه ها را نداده است. ریاست صحت عامه طالبان در تخار نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است. امریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه جدید به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش بس موقت در غزه شده است. در این پیشنویس امریکا همچنان با حمله زمینی ارتش اسرائیل بر رفح مخالفت کرده است. با باور واشنگتن در شرایط کنونی حمله زمینی اسرائیل بر رفح سبب وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان خواهد شد. در پیشنویس این قطعنامه آمده است این اقدام پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه خواهد داشت و چون این حمله زمینی بزرگ نباید در شرایط کنونی انجام شود. هنوز مشخص نیست که پیشنویس این قطعنامه چه زمانی در این شورای 15 عضوی برای گذاشته می شود. وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا با منظور تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ
ماموریت نیروی دریایی در این منطقه را رسما تایید و تصویب کردند. بر بنیاد اطلاعات، وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا عملیات نظامی جدید را برای تأمین امنیت کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و مناطق همجوار آن آغاز کنند. هدف اصلی این عملیات حضور کشتی‌های جنگی اروپایی در جنوب دریای سرخ و تنگه باب المندب عنوان شده است. قرار است این کشتی‌های جنگی کشتی‌های تجاری را امرایی و در شرایط اضطراری از عملات به این کشتی‌ها جلوگیری کنند. آنالنا باهربوک وزیر امور خارجه آلمان در این مورد گفت: ما دیدیم که اقتصاد تمام جهان از عملات روسیه به کشتی‌های غیر نظامی ضربه خورده است و این محافظت از کشتی های غیر نظامی در دریای سرخ را برای اتحادیه اروپا مهم خواند. و خبرگزاری رویترز گزارش داده که تجارت ترکیه و روسیه به دلیل تعدید تحریم نهادهای مالی انقره از سوی امریکا که با مسکو تجارت میکنند مختل شده است. این تحریم ها که بر اساس فرمان تازه جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعمال شده است، نهادهای مالی را هدف قرار می دهد که به گفته کاخ سفید ماشین جنگی روسیه را کمک می کنند. بر اساس این گزارش، تحریم های تازه انرژی روسیه را به طور مستقیم هدف قرار نداده، اما بخشی از پرداخت های انقره به مسکو در زمینه نفت خام روسیه را با مشکل روبرو کرده است. منابعی که نامی از آنها در گزارش گرفته نشده گفتند که ترکیه در 2 تا 3 هفته گذشته هیچ پولی برای صادرکنندگان نفت روسیه پرداخت نکرده است. با این همه مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا هم به مؤسسات مالی خارجی هشدار دادند که معاملاتی که به نفع ارتش روسیه است یا امکان دور زدن تحریم ها را برای مسکو فراهم میکند خودداری کنند. مقامات روسیه و ترکیه تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون توجه نمایید به فشرده خبرهای ورزشی با بشیر احمد وردک. سلام، به فشرده خبرهای ورزشی با من بشیر احمد وردک خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از رقابت‌های 20 آواره کرکت در برابر سریلانکا شکست خورد. دومین دیدار دو تیم با تفاوت 72 دوایش به نفع تیم سریلانکا پایان یافت. در این دیدار مانند بازی نخست سریلانکا توپزنی را آغاز کرد و این تیم با از دست دادن 6 بازیکنش در 20 آور 188 دوایش را به ملی پوشان کشور هدف تعیین کرد. در ادامه بازیکنان تیم ملی کشور نتوانستند هدف تعیین شده را تکمیل کنند و برای دومین بار پای هم در برابر این تیم شکست خوردند. بازی نخست این تیم با تفاوت 4 دوایش به نفع سریلانکا با پایان رسیده بود. قرار است دو تیم روز چهارشنبه دوی هود نیز با مسافه هم بروند. کسرا طاهری مهاجم تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که پیش از این در تیم سپاهان توپ میزد با عقد قرارداد 3 ساله به تیم روبین کازان روسیه پیوست. روبین کازان که در رده هفتم جدول ردبندی لیگ روسیه قرار دارد پیراهن شماره 11 خود را به طاهری میدهد. آلیور کلانسر سرمربی سابق آینتراخت فرانکفورت با عنوان سرمربی جدید کریستیال پالاس انتخاب و جانشین روی هاتسون شد. سرمربی 49 ساله اهل اتریش که سابقه هدایت ولسبورگ و لاساک را هم در کارنامه دارد با آینتراخت در لیگ اروپا قهرمان شده بود. این بود فشرده خبرهای ورزشی که تقدیمتان شد. تا فردا خدا نگهدار. با نشر این خبر و پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین رسیدیم. شما می توانید نشرات تلویزیون جهانی زرین را بر علاوه جادو و جلویز از طریق وبسایت و اپلیکیشن تلویزیون جهانی زرین نیز تماشا کنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.